سلام بچه ها، خوش اومدید به یک دیگه از ویدیو ولاگای من. امروز میخوایم با هم یک دسر بسیار شیک و مجلسی و خوشمزه که اصلا هم توش از آرد استفاده نشده برای شب یلدا درست کنیم، ولی خب این دسری هستش که شما همیشه هم میتونید درست کنید و لذت ببرید برای هر مناسبتی. این دسر پاولووای انار و پسته هستش، فوق العاده خوشگل و خوش رنگه و خیلی هم آسون درست میشه. یلا بریم آشپزخونه، هم راجع به قانون جذب صحبت کنیم، هم پاولووا درست کنیم. دوستان، من فرمو روی درجه 160 درجه سانتیگراد از الان روشن کردم که کاملا گرم بشه. اولین کاری که میکنیم شربت دسرمون رو درست میکنیم. یه قابلمه کوچیک روی گاز میذاریم و انار دون کرده داشتیم که تو داخل قابلمه میریزیم. شکرمون هم اضافه میکنیم، گاز روشن میکنیم با حرارت معمولی و اینا رو دوستان هم میزنیم و له میکنیم تا کاملا حالت شربتی در بیاد و به جوش بیاد. تقریبا 4 دقیقه به جوشه که یک مقداری غلیظ بشه. خب دوستان، میبینید که شکر داره آب میشه و ما کم کم همینجور که شکر آب میشه این انارا رو هم له میکنیم. با یه گوشکوبی یا با چیزی که بتونید له بکنید هم میتونید این کار رو انجام بدید. یواش یواش خودش که نرم بشه آبش در میاد و له میشه. خب دوستان، تا این به وقت خودش برسه 4 دقیقه من تایم بگیرم. از قانون جذب میدونم خیلی ها شنیدین، میخواستم داستان خودم رو در رابطه با قانون جذب بگم. اولا که من چند سال با این قانون جذب آشنا شدم از طریق همسرم. اونم به چه شکلی؟ یه روز اومد یه سیدی دستش بود به اسم سیدی سیکرت، فکر کنم خیلی ها شنیدین، سیدی راز، و اومد خیلی هیجان زده به من گفتش که بیا یه سیری هستش، یه چیز، یه رازیه که باید حتما ببینی و بدونی. و منم اصلا اون موقع اصلا وقت نداشتم و فکر کردم مثلا یه چیز بی خود و چرت و پرت، از همین چیزایی که تو کتابا نوشته، اصلا نمیدونستم راجب چی هستش، ولی مثلا میگفت که راجب یه چیز خیلی خوبیه که اگه تو بدونی اصلا نمیتونی، انتظار نداری مثلا نمیتونی بفهمی چه موضوعیه. بعد منم مثلا هرچی فکر میکردم به ذهنم نمیرسید چی میتونه باشه و همش قر میزدم، میگفتم وای من وقت ندارم، حالا 1-2 ساعت بخوام بشنم اینو ببینم. و گفت نه، حالا تو اولش رو نگاه کن، من به تو قول میدم که اصلا نتونی از جلوش بلند شی و خیلی خوبه و اینا. به هر حال به زور ما رو نشون که ما اینو ببینیم. نمیدونم کیا سیدی سیکرت رو دیدن، من که خب زبان انگلیسیش رو دیدم. خب اولش که دیدین به چه شکله، فقط راجب سیکرت یعنی راجب یه راز صحبت میکنه و نمیگه اون راز چیه و خیلی آدم رو هیجان زده و اکسایتد میکنه که آدم بخواد سر در بیاره خب راجب این رازی که اینا میگن، خب این چیه که اینا میگن که شما میتونی این رازو بدونی، همه چی به دست میاری و نمیدونم زندگی از این رو به اون رو میشه و این حرفا. خلاصه من اینو همونجور که همسرم گفت خیلی علاقه پیدا کردم از وسطاش و نشستم همه رو دیدم. واقعا اونی که میگفت درست میگفت. خب هر کی این سیدی رو میبینه یا راجبش میخونه، قانون جذبی که توی کائنات وجود داره، همون لحظه که تمام این حرفا رو میشنوه خیلی هیجان زده میشه و واقعا میگه که منم میخوام این کار رو بکنم و منم میخوام از این به بعد اینجوری باشم و منم میخوام زندگیمو عوض کنم. و خیلی اون لحظه چی میگن شعله ور میشه اون چیز آدم، اون اراده آدم که بخواد این کارو بکنه. ولی خب خیلی ها به مرور زمان که میشه فراموش میکنن و برمیگردن به همون حالت قبلی، یا میگن اصلا اینا چرت و پرته و خیلی ها میگن ما کردیم هیچ نتیجه ندیدیم. و آدم های کمی کلن هستن که واقعا بفهمن این سیدی یا این قانون جذب چی میگه و بخوان واقعا تو زندگیشون پیاده کنن. من خودم وقتی که این سیدی رو دیدم خب خیلی خوشم اومد از
کل قضیه، ولی خب هیچ آیدیایی نداشتم، بلد نبودم مثلا من چجوری باید مثلا این کارو بکنم. خب یه چیز کلی گفته بود که شما باید فکرتون اینجوری باشه، فکر بکنید و فکر خوب بکنید، هرچی بخواین اتوماتیک بهتون داده میشه و باید واقعا باور کنید و این حرفا. حالا من نمیدونم چقدر از شما با این قانون جذب آشنایی دارین. کلا قانون جذب میگه اون چیزی رو که تو زندگی میخوای، به صورت خلاصه بگم اون چیزی رو که شما تو زندگی میخوای باید واقعا تو ذهنت تجسم کنی و باور کنی که میتونی اون چیزو داشته باشی و اون لذت داشتن اون چیز رو واقعا تو ذهنت بهش برسی. وقتی این احساس به دست میده، کائنات خودشون ارنج میکنن و از یه راهی که تو حتی شاید به ذهنت هم نرسه اون چیز به تو خواهد رسید و تو به اون چیز میتونی برسی، حالا هر چی که باشه. یه چیز در واقع خلاصش به همین شکل قانون جذب، که برای همین مثلا میگه همیشه چیزایی رو که میخواین تجسم بکنید، رو چیزایی که نمیخواین هیچ وقت تمرکز نداشته باشین، چون هر چی که روش تمرکز بکنید خب همون هم جلچشتون میاد بالاخره دیر یا زود. به هر حال من این سی دی رو موقعی که دیدم خیلی خوشم آمد و گفتم که منم میخوام اینجوری باشم، ولی خب واقعا آیدیایی نداشتم که اصلا چه روشی به چه شکل، چون واقعا برای یه آدمی که اصلا اولین بارش بود این چیزا رو میشنید و هیچ وقت یه همچین چیزی رو تمرین نکرده بود، خیلی سخت بود که بخواد، یعنی گیج کننده بود که حالا من ذهنم رو چجوری کنترل کنم، فکرم رو چجوری کنترل کنم، چجوری فکر کنم. و درسته واقعا این چیزا تمرین میخواد، ولی خب میخوام بهتون بگم که باید اون تریکش رو بفهمید. منظور اینه که این یه لم داره، این قانون جذب برای هر شخصی یه لم خاصی داره، تا اون لمش رو تو ذهنتون و توی وجود خودتون پیدا نکنید که اون چیه که شما رو تریگر میکنه، یعنی اون چیه که شما رو به اون اوج آرزو و اوج لذت اون چیز میرسونه، تا اونو نفهمی تو ذهنتون چیه، هر چیزی برای یکی کار میکنه. حالا من میخوام بهتون توضیح بدم برای من چی کار کرد و چه جوری مثلا به این شکل شد. این حدود فکر میکنم 4 دقیقه شد دوستان که تقریبا داره آروم آروم میجوشه، جوشای ریز میزنه. من میخوام اینو بهتون نشون بدم، الان یک کمی حرارتشو بیشتر میکنم که یه ذره جوشش بیشتر بشه و یکم غلیظ‌تر بشه. خب دوستان ببینید این شکر و انارمون الان یه مقدار حالت شل داره، 1-2 دقیقه دیگه بجوشه، بعد اینو از روی حرارت برمیداریم. خب دوستان این آماده هستش، من اینو از روی حرارت برمیدارم و از صافی ردش میکنم. دوستان ما انار و شکرمون رو از صافی رد میکنیم اول و آبش رو کنار میذاریم و به همین راحتی شربت دسرمون آماده میشه. یه مقدار فشار بدین که تمام آبش منتقل بشه. این شربت دوستان کنار میذاریم تا خنک بشه، آخر سر برای تزیین ازش استفاده میکنیم. دوستان الان نوبت درست کردن پاولووا همون مرنگمون هستش که با سفیده تخم مرغ شروع میکنیم. به سفیده تخم مرغمون که حتما در دمای محیط باشه مقدار کمی نمک اضافه میکنیم، یه ذره، و با همزن میزنیم تا یه مقدار شل و کف مانند در بیاد بشه، ولی خیلی صفر نشه، حدود 5-6 ثانیه تا 10 ثانیه. همینقدر دوستان، فقط کف کرده ولی کاملا شل هستش. توی این مرحله دوستان شکرمون اضافه میکنیم، گفتم که توی مرنگ همیشه آروم آروم شکر رو اضافه میکنیم با سرعت معمولی، اینقدر میزنیم تا کاملا سفیدمون به صورت کاملا براق و حالت مرنگ مانند در بیاد، خیلی سفت بشه. شکرمون رو کم 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 اضافه میکنیم تو چند مرحله و شروع به هم زدن میکنیم. خب دوستان میبینید مرنگمون به چه شکلی در اومده، کاملا قله‌ای میشه. این بافتی هستش که ما میخواییم سفیده تخممون به این شکل بشه.
بعد از این مدت نشاسته ذرت داشتیم، اونو اضافه میکنیم، آب لیمون اونو اضافه میکنیم، و دوستان تمام مواد رو با هم مخلوط میکنیم. کار مخلوط کردنمون تموم شد، سر و صدا این همزنم تموم شد، میریم برای مرحله بعدی. خب دوستان، مرنگمون آماده شده. قبل از اینکه مرنگمون رو داخل ظرف سینی فر بذاریم، اول باید کاغذ شیرینی‌پذیری رو آماده بکنیم. اینو کنار میذاریم. داخل سینی فرتون که به اندازه‌ای باشه که بتونید یه دایره به قطر 20 سانتی متر تقریبا دورش بکشید، به همون اندازه کاغذ شیرینی پذیر رو ببرید و اول یه چیز گردی که حالا هرچی میتونه باشه به قطر 20 سانتی متر باشه رو روی کاغذ شیرینی پذیر بذارید و دورش رو یه خط بکشید. دوستان، بعد از اینکه دایره رو کشیدید حتما دقت بکنید که کاغذتون رو برعکس روی سینی فر بذارید، چون اگر سفیده تخم مرغ رو این قسمت که خط کشیدیم بزنید، زمان پخت این میکس میشه با سفیده تخم مرغ و رنگ سفیده تخم مرغ رو عوض میکنه و قشنگ نیستش. پس به این شکل همیشه دقت کنید که بذارید. برای اینکه کاغذ شیرینی پذیمون بچسبه به سینی فر، مقداری از مرنگمون رو میزنیم به ته سینی و کاغذ رو میچسبونیم. و به این ترتیب دوستان دیگه این کاغذ تکون نمیخوره زمانی که ما میخواییم مرنگ رو داخل این دایره بزنیم. خب، کاری که ما میکنیم دوستان، مرنگمون رو با لیسک داخل این دایره میریزیم جوری که از این دایره بیرون نزنه. از مرکز دایره شروع میکنیم دوستان و مرنگ رو به همین شکلی که میبینید میریزیم تا کاملا دور دایره پر بشه و مرنگ تموم بشه. اسم این دسر دوستان حتما خیلیاتون میدونید، پاولووا هستش. خیلی خوشمزه و شیک هستش، خوشگل. شما انواع پاولووا رو میتونید درست بکنید. پاولووا میوه‌ای و بیسش هم واقعا همون بیس مرنگ هستش دوستان. آروم آروم مرنگ رو جوری بریزید که بتونید دیزاینش کنید حالت گرد در بیاد، در طبق اون دایره‌ای که در واقع کشیدید. اون دایره رو ما میکشیم که مطمئن بشیم مرنگمون یه شکل دایره وار ریخته میشه. من خیلی دسرهای مختلف برای شب یلدا دیدم، برای چیزکیک خیلی زیاد بود، مثلا چیزکیک انار، و کلن خیلی گفتم حالا یه چیز مختلف درست کنم، یه چیز متفاوت درست کنیم که تا حالا درست نشده و خیلی خوشگل‌تر باشه. برای همین تصمیم گرفتم مرنگ درست کنیم، یعنی در واقع پاولووا منظورم هستش که همون بیس مرنگ هستش. این 4 تا سفیده تخم مرغ دوستان، ولی خب اگه میخواییم مرنگتون بیشتر باشه، سفیده هاتون رو باید بیشتر بکنیم. خب وقتی که دوستان تمام مرنگمون رو ریختیم، کاری که میکنیم اینو به صورت یک دست و یک شکل در میاریم
و دوستان این آماده هستش که بره توی فر. فرمونو درجهش رو 160 درجه گذاشیم فر داغ بشه، ولی به محض اینکه مرنگو داخلش میذاریم پاولووا رو، درجهش رو کم میکنیم به 120 درجه و میذاریم که برای 70 دقیقه با 120 درجه پخته بشه. بازم فرا فرق میکنه، ممکنه برای بعضی کمتر یا بیشتر طول بکشه. به محض اینکه من مرنگو گذاشتم داخل فر، من اینو به 120 درجه سانتیگراد کاهش دادم و 70 دقیقه تایمر میگیریم. خب بچه ها، تا پاولووامون میپزه ما میتونیم یه چت کوچولو با هم داشته باشیم. من رفتم یه قهوه بلک، قهوه بدون شیر برای خودم آماده کردم. شما مگه دوست دارید برین چای یا قهوه‌تون رو آماده کنید و بیاین تا با هم گپ بزنیم. دوستان، قبل از اینکه راجع به موضوع مورد نظرمون صحبت بکنیم، من یه چیز کوچولو رو یادآوری بکنم. من توی قهوه هام و بیشتر نوشیدنیام از شکر استفاده نمی کنم. چیزی که استفاده می کنم عین شکر میمونه به اسم زایلیتون که اصلا کالری نداره و مزهش کاملا مثل شکر هسته. شما میتونید توی هر چیزی که شکر لازم داره از زایلیتول استفاده بکنید و اصلا کالری نداره، کاملا گیاهی هستش و هیچ ضرری نداره. و دقت کنید که زیاد از حد چیز رو مصرف نکنید، چیز خوبم زیاد از حد ضرر داره. و دوستان، برای پخت و پز و کیک و شیرینی هم میتونید به جای شکر از این زایلیتول استفاده بکنید. کسایی که رژیم کتو هستن از این خیلی استفاده میکنن. من دوستان لینک خرید این زایلیتول رو تو قسمت توضیحات این ویدیو گذاشتم که اگه دوست داشتید میتونید از کشور مورد نظرتون خرید بکنید. برای ایران هم لینک خرید استویا رو گذاشتم که یه مقدار با زایلیتول فرق میکنه، ولی شیرین کننده کم کالری هستش. و اگر دوست دارید راجع به استویا بدونید، ویدیوی من رو که الان براتون اینجا گذاشتم زیر قسمت توضیحات ویدیو که جایگزین شکر سفید چه چیزایی هستش، توضیحات کامل رو هم راجع به استویا دادم هم راجع به زایلیتول دادم که اگر ایران هستید میتونید به لینک ایران مراجعه بکنید و استویا رو هم خریداری بکنید. این از این. بریم سر بحثمون. تا اونجایی گفتم که من هیچ آیدیایی نداشتم که در واقع من چجوری باید این قانون رو توی زندگیم به کار ببرم. فقط اینو میدونستم که حالا باید یه مقدار بشینم تجسم کنم، آرزو کنم و در این حد. ولی خب یک مقدار برام عجیب و مسخره اومد، چون احساس کردم که فقط این که من بشینم و فکرهای خوب بکنم و بخوام یه چیز رو داشته باشم، ذهنم واقعا انقدر به حقیقت پیوند نمیخوره که بخواد اون چیز برای من واقعی تو دنیای واقعی یه روز شدنی بشه. و شروع کردم یه مقدار تحقیق کردن، یه مقدار تمرین کردن. بیشتر دوستان این چیز تمرین میخواد و اوایلش برای هر کسی سخت هستش، ولی وقتی لمش دستتون بیاد برای هر چیزی شما میتونید این قانون رو به کار ببرید به همین راحتی. من یه روز نشستم پیش خودم فکر کردم، یادم اومد که من تو بچگی، حالا اینو میگم که شما هم برید فکر بکنید ببینید تو دوران زندگیتون چه کارهایی بوده که از بچگی کردید و اون کارا و اون حالتها باعث شده که به چیزی که دوست داشتین و آرزو کردین تو بچگی برسید. این میتونه خیلی کمکتون بکنه. من یادم میاد که از زمانی که من بچه بودم، هر چیزی رو که دوست داشتم داشته باشم تو زندگی واقعی و نداشتم، میرفتم نقاشیش رو میکردم. مثلا اگه دوست داشتم توی خونه خیلی خوشگل زندگی کنم، یا دوست داشتم یه عروسک خوشگل داشته باشم، یا دوست داشتم سوار هواپیما بشم، میرفتم یه دفتر نقاشی داشتم، تو تمام برگاش فقط عکس چیزایی که من دوست داشتم داشته باشم و امتحانشون بکنم و نقاشی میکردم. بعد یه چیز خیلی جالب اینه که وقتی که من هر زمانی که میمدم یه نقاشی بکشم، مثلا امروز دوست داشتم که عکس هواپیما بکشم چون آرزو کرده بودم که مثلا سوار هواپیما بشم یه روز، مثلا برم یه جایی، خیلی جالب اینه که انقدر این احساس برای من واقعی میشد که وقتی که من مثلا داشتم تصویر خودم رو کنار هواپیما نقاشی میکردم که این الان منم که مثلا دارم سوار این هواپیما میشم و خودم رو یه دونه خط خنده اینجوری بر خودم میکشیدم
و جالب اینجاست که زمانی که من اون خنده رو داشتم میکشیدم اتوماتیک لبخند روی لبای خودم هم شکل میبست، یعنی اون حالت خودمه که تو نقاشی میذاشتم واقعی به هم منتقل میشد و اون حس به هم دست میداد و اون لحظه واقعا من اون عکس بودم، واقعا اون خوشحالی رو که توی اون عکس نقاشی کرده بودم به هم منتقل شده بود و با وجود و با تمام وجودم اونو حس کردم، جوری که واقعا انگار که من اون تجربه رو داشتم، اون لحظه تجربه میکردم، با اینکه هواپیمایی در کار نبود، با اینکه من این کار رو هیچ وقت نکرده بودم توی دنیای واقعی، ولی حس لذتش رو به صورت 100% من دریافت کردم. و اون موقع وقتی من فکر کردم به این موضوع، تازه فهمیدم که منظور قانون جذب چیه در واقع. یعنی منظور این هستش که شما لذت واقعی رو در عین اینکه اون چیز رو ندارین به اون شکل واقعی باید بچشید. تا اون اتفاق براتون نیفته نصف راه رو انگار نکردی، یعنی 50% اون قانون جذب براتون به واقعیت نمیتونه بپیونده. پس این موضوع خیلی مهم هستش. حالا یه چیزی که راجع به این مدل تجسم کردن من میخوام بهتون بگم، یعنی دو تا موضوع رو میخوام بهتون بگم. یکی این که این تجسم کردن به این حدی که پر از لذت و شادیتون بکنه و اون احساس واقعی اون چیز بهتون دست بده، این نباید یه چیزی بشه که مثلا هر روز شما بخواید این کار رو انجام بدید، یعنی این میشه یه چیز لوس، یه چیز بیمزه. این باید چیزی باشه که شما نه به صورت روزانه، ولی مواقعی که ذهنتون واقعا آماده است و حالتهای روحی روانیتون واقعا انقدر آمادگی داره که میتونید یه همچین چیزی رو به صورت واقعی تصور بکنید، اون موقع این کار رو بکنید و تمرین بکنید. نه اینکه هر روز صبح که از خواب بلند میشید بگید که خب من همین الان میخوام برم یه 10 دقیقه بشینم توی اتاقی کسی من مزاحمم نشه که من میخوام برم تجسم بکنم. هر روز بخواد این کار انجام بشه، معنای واقعی خودش رو از دست میده. پس اون لحظه ای که واقعا حس میکنید نیاز دارید این کار انجام بشه و میدونید که اگر الان بخواید این موضوع رو تجسم بکنید واقعا احساسش رو درک میکنید، این موضوع این موقع ممکنه در اثر یه سری فعل و انفعالاتی که دورتون اتفاق میافته پیش بیاد براتون. مثلا فرض بکنید شما الان رفتید یه نفر رو ملاقات کردید که اون شخص ماشین BMW داره و شما جزء یکی از آرزوهاتون هستش که این ماشین رو داشته باشید، و به صورت اتفاقی وقتی اون شخص رو ملاقات میکنید و میبینید که اونم یه همچین ماشینی رو داره، ناخودآگاه این آرزو و خواسته و اون در واقع خواستن اون ماشین به سمتتون میاد و اون میتونه موقعی باشه که شما این موضوع رو برید تجسم بکنید و واقعا از ته قلبتون بخواید که مثلا اون ماشین رو داشته باشید. منظورم اینجور مواقع هستش، مواقعی که واقعا احساستون آماده هستش. یکی این موضوع، یکی هم این که برای اینکه بخواید به اوج این احساس لذت برسید یه سری تمرین ها و یه سری کارهایی هستش که اگه بکنید بهتون کمک میکنه. فرض بکنید مثلا شما دوست دارید یه خونه ای رو بخرید و یه خونه رویایی تو ذهنتون همیشه هستش و عاشق این هستش که هستید که یه روز این خونه رو خریداری بکنید. شما باید یه کارایی بکنید که این حس داشتن خونه و هیجان این که این خونه رو شما داشته باشید و اون حس واقعیش بیشتر بهتون دست بده. و کارایی که میتونید بکنید مثلا اینه که از اون خونه رویاییتون عکس بگیرید یا برید تو اینترنت دنبال عکس اون خونه بگردید و اون خونه رو ببینید، اون حس رو بیشتر کنید توی خودتون. یا مثلا اگه خونه مد نظرتونه که مثلا یه جایی دیدید، سعی کنید مثلا هر چند وقت یه بار از جلوی اون خونه رد بشید یا برید به اون خونه سر بزنید و اون حس رو توی خودتون بیشتر و بیشتر بکنید، قوی تر بکنید. لذت میبرید دیگه وقتی اون خونه رو جلوی چشمتون ببینید. یا مثلا اگه امکانش هست برید اون خونه رو داخلش رو ببینید. هر کاری که فکر میکنید اون حس واقعی بودن اون چیز تو ذهنتون بیشتر شکل میگیره رو اون کار رو انجام بدید، خیلی بهتون کمک میکنه. یه موضوع خیلی مهم این که من گفتم این موضوع نباید به صورت روزانه براتون یه چیزی باشه که هر روز بخواید این حس رو بگیرید و این لذت بهتون دست بده.
ولی خیلی مهمه که دوستان شما به صورت روزانه احساس خوب داشته باشید. یعنی شما اگه تو طول روند زندگیتون منفی باشید یا همش احساس ناراحتی و غم و اندوه، عصبانیت و تنفر، این چیزایی که همیشه منفیه، اگه بکنید این سد راه رسیدن به آرزوها و خواسته هاتون میشه. یعنی این سد راه قانون جذب میشه و بعد خیلی مواظب باشید که هر روز احساس خوب داشته باشید، هر روز کاری بکنید که انرژی مثبتتون بیشتر بشه، چون وقتی شما انرژی خوب دارید، وقتی احساس خوب میکنید، این رو به صورت یک سیگنال، به صورت یک نشونه به یونیورس، به کائنات میفرستید و کائنات اونو دریافت میکنه و در ازاش همون چیز خوبه به شما برمیگردونه. برای همین خیلی مهمه که احساستون خوب باشه. یعنی اجازه ندید هیچ چیزی تو طول روز مودتون رو خراب بکنه، آف بکنه، و اگر این اتفاق براتون میفته با خودتون صحبت بکنید و سعی کنید از اون مود بد در بیاید. میدونم خیلی سخته، من چند سال با خودم تمرین کردم، نمیگم خیلی من پرفکت هستم، ولی خیلی از اون چیزی که بودم بهتر شدم و واقعا نتیجهشو تو زندگی خودم دیدم و واقعا بالاخره من قانون این جذب رو متوجه شدم که به چه شکل هستش و دوست دارم که با شما شیر بکنم و تجربیات خودم بهتون بگم که من چه کارهایی رو کردم. به هر حال یکی از مسائلی که خیلی طرف مودش آف میشه اینه که پول تو جیبش نباشه. معمولا این چیزیه که مود همه رو آف میکنه. برای همین مثال پول رو میزنم، وقتی که آدم پول نداشته باشه اصلا هیچ جور مودش اوکی نیست، حوصله هیچی رو نداره. اینو میدونم خیلی ها اینطوری هستن، ولی یکی از قوی ترین تمرین هایی که من کردم که باعث شد بقیه چیزها رو بتونم باش مقابله بکنم مسئله بیپولی بود دوستان. یعنی مواردی شده، به هر حال همه ما با روزایی برخورد کردیم که پول تو جیبمون نبوده، بی پول بودیم. مثلا خیلی کم آدمای پیش میان که این اتفاق براشون نیفتاده باشه و اینو تجربه نکرده باشن، برای منم پیش اومده. و من اوایل خب همینجوری میشدم، حوصله نداشتم، حوصله هیچ کاری را نداشتم، حوصله بیرون رفتن نداشتم، کامل داون. ولی بعد از اینکه من سعی کردم این قانون جذب رو توی زندگیم در واقع به کار ببرم، روزی که مثلا پول نداشتم سعی کردم و با خودم جنگیدم که اجازه ندم بی پولی باعث آف شدن مود من بشه. یعنی من به خودم گفتم که شاد بودن، احساس خوبی داشتن نباید بستگی به هیچی داشته باشه، فقط از درون خودت باید بیاد. من همش با خودم صحبت میکردم، یعنی لحظاتی که ناراحت میشدم میرفتم خودم رو میذاشتم جلوی خودم، بعد با خودم صحبت میکردم، واقعا میگم شما باید این کار بکنید، و به خودم میگفتم، انگار که من خودم یه خود برتر بودم و با اون بچه‌ای که باز خود من بود جلوم بود و باهاش صحبت میکردم و به خودم میگفتم که خب چرا الان مودت آفه؟ برای اینکه پول ندارم. خب پس شادی تو بستگی به پول داره، این چیزیه که تو میخوای. خب جواب اون طرف مجبور بود که بگه آره، ولی نمیخواست بگه آره، چون نمیخواست شادی و خوشحالیش بستگی به پول داشته باشه، میخواست شادی و خوشحالیش به هیچی بستگی نداشته باشه، از خودش بجوشه. و اون موقع بود که استکاک به وجود میومد و اون لحظه به وجود میومد که من به اون خودم میگفتم که تو باید انقدر قوی باشی که هیچ وقت هیچ چیزی اجازه ندی که مود تو رو خراب بکنه، نه پول، نه داشته ها، نه ثروت، نه قضا، نه روابط، هیچ چیزی. این باید خودت انقدر باید قوی باشی که به محض اینکه اراده کردی که من حالم خوبه و مودم خوبه همون بشه، و این تنها موقعی اتفاق میفته که تو یاد بگیری خوشحالی بستگی به پول داشتن یا نداشتن نداشته باشه. و دوستان باور نمیکنید، روزهایی رو من تجربه کردم که واقعا اصلا هیچ پولی نداشتم و اصلا نمیدونستم مثلا از کجا من قراره پولی دستم بیاد، و اصلا فرض کنید مثلا دو روز دیگه من قرار بود یه پیمنتی رو بکنم، یه مبلغی رو به جایی باید پرداخت میکردم و یه قرون پیشم نبوده و اصلا هیچ آیدیایی نداشتم که این اتفاق از کجا میخواد بیفته. و طبیعتا هر شخص دیگه باشه تنشن میگیره، وای الان من از کجا پول تهیه کنم، برم قرض کنم، برم نمیدونم اینو بفروشم اونو بفروشم. ولی من سعی کردم که هیچ کدوم از این کارا رو نکنم.
و به خودم گفتم که از چی میترسی؟ وقتی که پول نداری نداری. فرض بکن اگر شما یه پرداختی رو میخوای بکنی و نداری، نکن. آخرش چیه؟ سناریوی آخر چیه؟ آخر خط ما کجاست بچه ها؟ مردنه دیگه، بالاتر از اون که نیستش. وقتی من اینجوری پیش خودم فکر میکردم آرامش میگرفتم، از هیچ چی دیگه نمیترسیدم و باورتون میشد وقتی اینجوری با خودم حرف میزدم و این احساس رو داشتم و این بیپولی و این تنشن اینی که من از کجا این پول رو جور کنم اصلا مینداختم از مغزم بیرون و اصلا یادم میرفت. واقعا میگم یادم میرفت. تمرین میخوادم به همچین مرحله برسه، ولی من به این شکل میشدم و غرق میشدم تو کارهای دیگه، تو کارهای معمولی خونه و تلویزیون و توتی خودم، کپل و این ور و اون ور، و اصلا یادم میرفت که من دو روز دیگه مثلا قراره این پیمنت رو مثلا بکنم. چی میشد؟ باورتون نمیشه، اصلا این پول یه جوری جور میشد که اصلا به مغز من، به روح منم خطور نمیکرد که مثلا از فلانجا میتونه یه همچین مبلغی برای من جور بشه. برای همین میگم باید شک نکنید. وقتی احساس خوب دارید، وقتی بیلیف و باور میکنید قانون جذبو، دیگه نباید بهش شک کنید. انقدر باید با ذهنتون صحبت کنید و بجنگید که اون شک رو از داخل ذهنتون ببرید. تا این اتفاق نیفته قانون جذب تو زندگیتون کارساز نخواهد بود. بچه من دارم این پاولووا رو از اینجا میبینم، خیلی خوشگل شده، بیاین بهتون نشون بدم. هنوز آماده نشده ولی خب یه مقدار پف کرده و قشنگ شده، دوست دارم به شما هم نشون بدم. ببینید بچه ها، پاولووامون یه مقدار پفیتر شده. به هیچ وجه در فر باز نکنید تا آماده بشه، و زمانی هم که دوستان پاولووا آماده میشه اصلا درش نیارید، فرتون رو خاموش کنید، بذارید پاولووا اون تو اینقدر بمونه تا خنک بشه، حداقل یک ساعت. بچه ها یه نکته دیگه ای هم که من باید راجع به این موضوع گوشزد بکنم و بگم، این که چیزی رو واقعا باید آرزوشو داشته باشید که واقعا براتون ممکن به نظر بیاد. مثلا فرض بکنید که شما الان یه خونه قصر مانند، یه خونه ویلای بزرگ میلیون دلاری میخواین، ولی اصلا براتون حالت غیر ممکن داره که در موقعیت خودتون اصلا باور نمی کنید که خودتون بخواین اون یه همچین خونه ای رو یه روز داشته باشید. اگر واقعا ذهنتون به این شکل هستش، یا باید انقدر خودتون رو قوی بکنید که بتونید باور بکنید که هر چیزی برای شما ممکنه، یا اینکه اگه واقعا چیزی کاملا براتون غیر ممکنه و میدونید که شما هیچ وقت نمیتونید یه همچین چیزی رو داشته باشید و به یه جایی برسید، نباید چیزای غیر ممکن رو برای خودتون ایمجین بکنید. چون مثلا فرض کن اگر شما بشینید بگید که من میخوام مثلا تا آخر این ماه 10,000 دلار تو حسابم پول باشه، بعد یهو ذهن ناخودآگاهتون بهتون میگه میدونی که داری به خودت دروغ میگی، همچین پولی امکان نداره تا آخر این ماه دستتو بخواد بیاد. اگر که همچین چیزی هستش، اصلا نباید این کار رو ادامه بدید. باید چیزی رو بخواید که براتون ممکن باشه. و یه چیز خیلی مهم دوستان، این که فقط بشینید آرزو بکنید و احساس خوب داشته باشید برای همه چیز کافی نیست. ببینید مثلا من به شخصه میگم که من دوست دارم برای خودم یه خونه بخرم، بعد آرزوشم میکنم، واقعا احساسم هم خوبه و واقعا به اون لحظه داشتن اون خونم میرسم و لذت میبرم، ولی باید اکشن بگیریم. یعنی من میدونم که این خونه رو مثلا یه روز میخوام بخرم، ولی نمیدونم چجوری و کی، ولی میدونم که این کار رو خواهم کرد. پس با این صحبتی که من با خودم میکنم، باید اکشن هام هم همتراز با آرزوم باشه. فرض بکنید شما صبح تا شب بشینید تو خونه بگید که من میخوام هیکلم مثل مدلا بشه، مانکن بشم، ولی هیچ در واقع کاری در زمینه این موضوع انجام نمیدید. برای همین اگر که همچین جوری باشه، امکان نداره شما اون چیزی رو که میخواید بهش برسید. یه ضرب المثل قدیمی هستش که از تو حرکت از خدا برکت، دقیقا همینه. شما هر چیزی رو که آرزو میخواید، یعنی هر چیزی رو که میخواید در راستای اون باید تلاش بکنید، تا اون موقع همه چی دست به دست هم میده و شما به آرزوتون میرسید. این خیلی مهمه، بدون اکشن گرفتن و بدون
تلاش در راستای چیزی که میخواین امکان نداره. یعنی این قسمت سوم و مهم قانون جذبه. بعضیا فکر میکنن که فقط بشنن فکر خوب داشته باشن و آرزو کنن کافیه. نه، تا اکشن نباشه هیچ چیزی به حقیقت پیوند پیدا نمیکنه. چرا؟ چون ما داریم تو دنیای فیزیکی زندگی میکنیم. همیشه یادتون باشه فراموش نکنید. خب خیلی حرف زدیم، بیاین بریم خامه پابلوامون رو آماده بکنیم. تا پابلوامون آماده میشه توی فر، خامش هم آماده میکنیم میذاریم توی یخچال که همه چی آماده باشه برای تزیینش. خامش هم فوق العاده راحت درست میشه، بیاین بهتون نشون بدم. خب بچه جون، پابلوامون خنک شده، ما از فر در میاریم میذاریمش بیرون، خامش رو آماده میکنیم که بریم برای تزیینش. خب دوستان، خامه که خیلی راحته، خامه معمولی رو با پودر قند انقدر میزنیم و کم 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 پودر قند اضافه میکنیم میزنیم تا خامه کاملا انسجام پیدا بکنه. به همین راحتی من وانیل هم اضافه میکنم که خامه وانیلی بشه. توی این خامه میخوام رنگ صورتی اضافه بکنم که یه مقدار خامه رنگش شبیه انار بشه. نمیخوام رنگ قرمز اضافه کنم، صورتی میخوام اضافه کنم چون میخوام که تقریبا یه تون صورتی داشته باشه که دونه های انار و بقیه چیز خودشون رو نشون بدن. ولی شما میتونید خامه سفید هم درست بکنید، بیشتر معمولا خامه سفید درست میشه. 1.5 پیمونه خامه استفاده میکنیم. من تا منتظر بودم که این پاولووا خنک بشه یه زرش پلو با مرغ هم درست کردم برای شام، حالا بهتون نشون میدم. پودر قند رو کم کم اضافه میکنیم، با همزم میزنیم به همین راحتی. وانیل هم در حین زدن اضافه میکنیم. من پودر قند رو مقداری مخلوط میکنم که وقت زدن نپاچه. دوستان ببینید که خامه داره خودش رو میگیره. در این مرحله وانیل رو اضافه میکنیم. من یک قاشق چایخوری اضافه میکنم. من چقدر دوست داشته میتونین اضافه کنیم. خب بچه، خامه‌مون قشنگ منسجم شده. من اینجا الان رنگ رو اضافه میکنم. رنگ ژلی حتما اضافه کنید که خامه‌تون آب نندازه. خب بچه، خامه درست شد، همه چی درست شد، میخوایم بریم برای تزیینش. دوست دارید زرش پلو و مرغ منو ببینید؟ این مرغی که درست کردم برای امشب شام، طرز تهیهش رو میتونید توی کانال ببینید، ویدیوش رو براتون میذارم تو قسمت توضیحات ویدیو. دالدست درست کردم، انقدر خوشمزه است که نگین. یه روز طرز تهیهش رو براتون ویدیو میکنم، انقدر ساده و خوشمزه و مقویه. برنج هم هنوز زرش پلو نکردم. ما برنج قهوه‌ای میخوریم دوستان. طرز تهیه برنج قهوه‌ای هم یه روز براتون ویدیو میکنم. بریم برای تزیین پاولووا. خب دوستان، پاولووامون کاملا خنک شده، وقت تزیینش رسیده. ما برای تزیین شربت انارمون رو داریم، پودر پسته داریم، دونه های انار و خامه. بیاین بهتون نشون بدم به چه شکل اینو باید تزیین بکنیم. خب دوستان، کاری که ما اول میکنیم با ته لیستک میزنیم و سر این قسمت پاولووا رو گود میکنیم، چون این کاملا صفر شده و راحت شکسته میشه. فقط دقت کنید وسطش، ببینید کاملا پوک به این شکل باید در بیاد. عین آتش فشار وسطش رو کاملا باز بکنید آروم که به قسمت‌های دیگرش چیز نشه، خراب نشه. داخلش هم مثل مارشملو باید باشه، نرم، که دقیقا هم به همین شکل هستش. اولین کاری که میکنیم خامه رو میزنیم. شما دوستان به هر مدلی که دلتون میخواد میتونید خامتون رو بزنید، هیچ فرقی نداره. من دارم ساده خامه میزنم. به این شکل میزنم و یهو ول میکنم که به صورت قله ای در بیاد.
فشار میدم یهو میدم بالا، یعنی دستمو فشار میدم میدم بالا. زمانی که میخوام دستمو بالا بیارم دیگه خامه رو فشار نمیدم. ببینید فشار میدم دیگه فشار نمیدم میارم بالا. ولی هر جوری که دوست داری میتونی خامه بزنی. این یه دسر فوق‌العاده شیک و مجلسی میشه برای شب یلدا، واقعا خوشگل و پرفکته و مزهش هم که اصلا دیگه نگم براتون. آلارم من داره میزنه که داره به من میگه که وقت خوردن ویتامینم هستش. حالا بعدا میرم خاموشش میکنم. دوستان من پاولووا رو به ظرف سرویس منتقل کردم. احیانا اگه پاولوواتون از کاغذ شیرینی پزی جدا نشد سعی نکنید که زور بزنید، ممکنه پاولووا ترک برداره و بشکنه. دور پاولووا رو، دور کاغذ رو قیچی بکنید و از زیر با کاغذ به ظرف سرویس پاولوواتون رو منتقل بکنید. خب بریم آخرین تزییناتم روش انجام بدیم. وای که چقدر خوشگله، آدم دلش نمیاد ببره، ولی یه امتحان بکنیم ببینیم چجوری شده. خیلی وقتا من خودم پاولووا نخوردم. چند سال میشه؟ خیلی سال پیش درست کردم. سالی که درست کردم بهتون بگم که هنوز بچه نداشتم. ببینید دیگه چقدر طولانی. اینه کیک میمونه، میبینی؟ یه چیز فوق‌العاده دوستان، شیک و متفاوت هستش. پیشنهاد میکنم حتما درست بکنید. خب امتحان بکنیم ببینیم چقدر زی میده. خامش که فوق‌العاده است. من بعضی موقع تعجب میکنم بعضیا میگن نمیتونم خامه درست کنم. خود پاولووا تو دهن آب میشه. میتونید شربت انار رو دوستان جدا بذارید، مثلا برای مهموناتون یا خودتون روش اکسترا شربت انار بریزید. این شربت خیلی خوشمزه شده و لذت ببرید. روی پاولووا کاملا کریسپی، داخلش نرم و خوشمزه، تو دهن آب میشه. باور کنید این دسر یک دسر پرفکت برای شب یلدا، متفاوت، شیک، مجلسی، خوشگل. دیگه چی میخواییم؟ حتما امتحان کنید دوستان. مقاله راحته، آدم نداره. امیدوارم لذت برده باشین. من خیلی لذت بردم. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.